جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ در حالی وارد سومین سال خود شد که به نوشته یه هفته‌نامه انگلیسی زبان پراگ پست با رشدی خیره کننده جایی در میان علاقه‌مندان سینمای ایران در جمهوری چک پیدا کرده است. جشنواره سوم با حضور مانی حقیقی مهمان ویژه این رویداد هنری و با نمایش آخرین ساخته او پذیرایی ساده آغاز شد. اگرچه جشنواره‌های اول و دوم موضوعی برگزار شده بود و بیشتر آثار نمایش داده شده به جز موارد معدودی از آرشیوها سر از جمهوری چک درآورده بودند، اما این بار با روی کار آمدن دولت جدید جشنواره در حال و هوایی متفاوت از گذشته برگزار می‌شد. I don't think that our topic is that general actually. Of course the first two topics we had the first... تقسیم بندی موضوعی ما خیلی کلی نیست. دو موضوع مهم در دو سال ابتدایی جشنواره زنان و کودکان بودند. اینا موضوعات خیلی روشن و مشخصی هستند. در مقایسه با اون موضوع سوم یعنی موضوع امسال جشنواره ایران و باستابی نو کمی کلی‌تر و مجردتره. در این حال ما کوشش می‌کنیم که فیلم‌هایی رو اینجا نمایش بدیم که برای مخاطبان جمهوری چک چندان شناخته شده نیستند. یعنی سینمای تازه ایران در دو سال گذشته. این موضوع امسال ماست. البته ما مثل هر سال در درجه اول به معیارهای ارزشی فیلم‌ها اهمیت می‌دیم. Always focus by the criteria on the quality of the films. از شیعه عقب ناکن ببین چی می‌بینی؟ نمایش چند فیلمی که به تازگی نمایش داده شدند و یا هنوز در نوبت اکران به سر می‌برند، جشنواره سوم را متفاوت تر کرده بود. درباره حال و هوای تازه جشنواره از سیلویا دختری اهل مجارستان سوال کردم که از مخاطبان جدی این جشنواره است. از لحاظ انتخاب فیلم‌ها چون قبلا همش در مورد یه موضوع بود، مثلا موضوع زنان، به خاطر این فیلم‌ها بیشتر به روی کیفیت تمرکز داشت. بله، خب مثلا انتخاب فیلم ها بیشتر مهمتر بود، مثلا جایزه برده بودن یا خیلی مثلا بازیگرا خوب بودن، موضوعش جالب بود. بله، از این لحاظ فیلم ها شاید خیلی هم جدیدتره، چون بعضی فیلم های قدیمی دیگه برای بیننده امروز بعضی موقع شاید انقدر جالب نباشن. سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ به پاتوق پخش کنندگان فیلم و برخی کارگردان‌های سینمای ایران هم تبدیل شده بود. این جشنواره مخاطبانی هم از دیگر کشورها داشت. یه ذره فکر می‌کنم کارا یک نواختن، یعنی شبیه هم دیگن از نظر نحوه داستان‌گوییشون. جشنواره امسال یک بخش رقابتی هم داشت، بخشی که مانی حقیقی، دیگو فاندوس مدرس سینما از اسپانیا، زوزانا کریژیهووا استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه چارلز و اوا زاورالووا مدیر هنری جشنواره کارلو ویواری آن را داوری می‌کردند. در این بخش فیلم‌های اینجا بدون من از بهرام توکلی، برف روی کاج‌ها ساخته پیمان معادی، مهمونی کامی، کار علی احمدزاده، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به کارگردانی روح الله حجازی، یک حب قند کار رضا میرکریمی، دربند از پرویز شهبازی و پرویز فیلم مجید برزگر به نمایش درآمدند. در نهایت هیئت داوران جشنواره به فیلم مهمونی کامی جایزه داد. مهمونی کامی که هنوز مجوز اکران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نکرده است، داستان روابط پیدا و پنهان و در این حال گاهی پیچیده گروهی از جوانان طبقه مرفه را بازگو می کند. انتخاب این فیلم در میان فیلم‌های مطرح حاضر در بخش مسابقه با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. به همین خاطر به سراغ اوا زاورالووا، چهره سرشناس سینمای چک و عضو ارشد هیئت داوران این جشنواره رفتم. خانم زاورالووا که سال‌هایی را نیز در حرفه روزنامه‌نگاری فعالیت کرده، از دلایل این انتخاب گفت. باید بگم که انتخاب اول من فیلم پرویز بود، ولی اعضای دیگه هیئت داوران به ویژه آقای حقیقی کارگردان ایرانی منو متقاعد کردند که بهتره به فیلم مهمانی کامی جایزه بدیم. برای من از دید یک روزنامه‌نگار اروپایی فیلم مهمانی کامی گپ و گفتگوی توی ماشین و چیزی نیست که به درد تماشاگر اروپایی بخوره. شاید من اشتباه میکنم، ولی خب یک مقدار به خاطر وجود سانسور در ایران نشان دادن همه اون چیزهایی که به ذهن خطور میکنه روی پرده سینما ممکن نیست و شاید این باعث میشه که کارگردان‌های ایرانی نگرش تندی به اینجور سوژه‌ها داشته باشند. از سر فرصت
جایزه ویژه مخاطبان را هم اینجا بدون من به دست آورد. فیلمی درباره آمال و آرزوهای خانواده‌ای کوچک که با مشکلات نچندان قابل توجهی روبرو هستند و مادری که تلاش می‌کند تا با بردوش کشیدن بار مسئولیت همه چیز کانون خانواده را حفظ کند، اما اتفاقاتی غیر منتظره همه ی تلاش‌های او را تحت شعاع قرار می‌دهد. گفته بودم من جایی که آدم زیاد باشه حالم بد میشه. مشکل این کوچیکه، انقدر گندش می‌کنی. It is very some kind of another movie culture for us. سینمای ایران فرهنگ سینمایی دیگه یه برای ما. میدونید خیلی از فیلمای اروپایی، آمریکایی یا غربی خشونتگران، ولی توی فیلمای ایرانی ما میتونیم دنیای کوچیکتری ببینیم. برای نمونه تو این فیلم تعجب میکنیم که چرا تعداد بازیگران کمه، ولی خب از طرف دیگه خیلی تجربه خوبیه برای مردم ما توی چک که متوجه شن که میشه فقط با چند تا بازیگر یه فیلم خیلی خوب درست کرد. فیلمی که هم دراماتیکه، هم لطیفه، هم پر از احساسه. از این جهت خیلی خوبه که با یه فرهنگ سینمایی روبرو میشیم که خشونتگرا نیست و با گرایش‌های اروپایی آمریکایی تفاوت زیادی داره. It's very good that it's not just so aggressive movie culture or tendency like in Euro-American tradition of movies. جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ به نوشته هفته‌نامه پراگ پست با حمایت مؤسسه‌ها و با همکاری وزارت فرهنگ جمهوری چک به همراه کار داوطلبانه گروهی از دانشجویان علاقه‌مند به سینمای ایران توانسته با عبور از تنگناهای مالی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.